ببین این دوست منه، همیشه با من مسافرت. خب واسه تو هم نمیدونم که همیشه دوست بمونه برای همیشه. من فقط دوستت یه خود خرابه شون بزنه تو خودشو چرا ببنه آخه نمیشه دیگه یه روبان دگی بشه دوستت برای همیشه. سلام علیکم، ما اومدیم فیزگاه الان منتظرم که یه ذره به ساعت رفتنمون نزدیک بشه و چمدونامو ببریم که از گیت ردشون کنیم. ما کارت پروازمون رو گرفتیم، همینجور که میبینید خسته و داغون، فعلا شروع نشده، ما خستگیمون شروع شد. نشستیم که بعد بریم سوار همون پیماشیم و بریم سمت کیش. خیلی زود اومدیم. البته ببینید همیشه میگن زود رسیدن به تاز هرگز نرسیدنه، ولی خب دیر رسیدنه. زود رسیدن دیگه، دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه. بعدش که حالا اومدیم دستشویی که بلکه به خودمون یه خورده برسیم، بالاخره راحت شدیم. الان میتونم یه دو ساعت دیگه برسیم. شام شد واقعا. میخوام ساعت 10 برسم. ما اومدیم رستوران میرمهنا که بریم غذا، یعنی نهار اولمون رو شروع کنیم. چقدر کیش خوشگله. خیلی. اگه توی ایرانی میخوای یه سفر خفن بریم، یعنی به نظر من حتی از سفر استانبول و اینجور جا هم بهتر. یعنی ببین کوچه ها، خیابونا، همه جاش ترتمیز، راننده هاش آروم را میرن. اصلا به نظرم اگر میخواین برین یه سفری که فقط اشغال کنین، فقط بهتون خوش بگذره، کلی کیف کنین، بیاین کیش. از دست میدن نه؟ ندارم، حتما بیاین. نم از ورودی رستوران میرمهنا بریم ما هم دیگه ببینیمش. سلام، ما اومده بودیم پلاژ بانوان ببینیم که چطور رو رفتیم و خستگیمون رو از فاطمه ببینیم. نشاید گده سلام چیزه. ببین خیلی خوب بود، یعنی ما با این که کنار ساحلیم، یعنی مثلا رشت نزدیک به انزلی میتونیم بریم، ولی واقعا اینجا دریاش فرق میکرد و خیلی هم بهتر بود.
خلاصه که این قسمتش هم گفتم عالی بود، حتما بیاین پلاژه شو. ساحلی کلبه های گلی، چشمان باز صدف، موجی که تن پوشیده با تور کف، هر یک در این دریا چون دل عاشقم انتظار تو را دارم، انتظار تو را دارم. ویبراتور چیز بودن، چاله ای بودن قشنگ شد. چطوری؟ آقا ما اومدیم صبح صبحونمونو خوردیم، ولی طبق معمول بازم صبح که پاشدیم ویدیو نگرفتیم. انقدر که آره کره پختیم، اصلا نمیشه هماهنگی واقعا نمیشه. شبا باید زود بخوابیم که نمیتونیم، چون داریم میگردیم اینجا رو، صبح باید زود باشیم که بازم نمیتونیم. بعد میدونی اینجا اینطوریه که اینا خودشون هم تا شب مثلا تا ساعت 1-2 بیرونن، چون انقدر گرمه روزا نمیتونی زیاد بیرون باشی. حالا ما الان یه خورده پوستمون کلفته همش بیرونیم روزا، ولی خود اینایی که اینجا زندگی میکنن میگن ما تا ساعت 2-3 اصلا بیرون نمیریم، اصلا یعنی... پاساژه که 5 باز. آره پاساژه هم که 5 باز میکنن، ولی خب ما دیگه اومدیم بگردیم دیگه. الان اومدیم اینجا که خدا بخواد یه خورده خنک بشیم، پشتمون به خنکی باشه. حالا امروز قراره بریم غواصی، اگه رفتیم که براتون ویدیو میگیرم اونجا ببینمتون. آقا ما اومدیم شهر زیرزمینی کیش، خواهیم بریم الان این هم ببینیم ببینیم چطوریه دیگه. بیاییم با هم خوشگله. بقید نگاه واقعا میچسبه. بیاین نگاه کنیم. و چقدر بامزه است این آب ها. چون با این کیفیت بگیرم. یه چیز جالب فهمیدم. گفتن که این سکه هایی که الان میبینید دیگه، این سکه هایی که تو این حالا ظرف مانند هستش از کرمانشاه رسم بوده که هر کسی که میخواست آرزوش برآورده یه سکه مینداختون که اگه رفتون یعنی که آرزوش برآورده میشه. ببینید نمیدونم میشه دید توی دوربین یا نه، کلی سکه است توی شهر سقف مرجانی و قطر 7 متر که در خود فسیل های بسیاری را جای است. 2. لایه خاک کمراک به سفارمت حدود 2 متر متشکل از مخلوطی از مرجان و آرد در زیر لایه مرجان. 3. آبمینگل مار نام دارد که پیش نمیان تا اعماق دریا مشاهده می شود.
باد نمارد جوجو فاطمه هم سر استرس نداره. میریم ببینیم چطوری پیش میره. بعدی صبحمونو بخیر کنیم با این نسکافه. آقا ما الان داشتیم فکر میکردیم که قرار بود ولاگ ما خیلی از این پرتر باشه، تو خریدا همراهمون باشیم، ولی متاسفانه انقدر که درگیری ذهنی داشتیم، معلولیت ذهنی بودون، یادمون رفت که فیلم بگیریم. ولی اومدم اینو بهتون بگم که اگه میخواین خرید کنین اینجا حتما بریم فروشگاه چیز اسمش چی بود؟ زیلان. آره بریم فروشگاه زیلان، خیلی چیزای خوشگلی داره، یکم گرون هست ولی خب وسیله‌های خوبو خیلی میتونیم اونجا پیدا کنیم. جاهای دیگر ما رفتیم گشتیم چی نداشت، یعنی در از فروشگاه دیگه اصلا به نظرم چیز خاصی نداشت. آره یه دونه وینوس رو فقط نرفتیم، ولی کلا اگه میخواییم بیاییم اینجا خرید کنیم زیلان رو برین. کیک و نسکافه رو بزنیم و ساعت 11 حرکت کنیم بریم سیم فودگاه. ببینم اتون رشت با بودم تنگ شد. یعنی طبق معمول ما خرید کردیم ولی نمیتونیم از پسش بر بیاییم. دستش رو بس منو این ورزشکارای چیز شدم. پروازمونم یک ساعت و نیم تاخیر داره. این هم دیگه روز آخر بود. خدا حافظ کیس. بای بای. ما داریم برمیگردیم. این پشت گوشم بردارم. داریم برمیگردیم، یک ساعت و نیم تاخیر داشتیم. یعنی واقعا همیشه شانس مایه. داریم یکم کم حدود دیگه ساعت 3 اینا برسیم. از اینکه چرا کنسرت تتلو نرفتیم. من بغضی میسم. ببین ما رسیدیم گفتیم که بیایم یه غذا سفارش بدیم، غذا سفارش دادیم، دیدیم نوشته که یک ساعت دیگه میرسه به دستمون. الان ما اینجا نشستیم جلوی فرودگاه، باورم نمیشه داریم از گشنگی میمیریم. خواستم که ما فکر نمی کردیم که بخواییم به خطر یه غذا جلوی فرودگاه یک ساعت بشینیم. این بده ما کیا کنسرت تتلو رفتن؟ بیان بنویسید ببینم
رفتی نه حیف که نشد من برم خفن بوده ساحل باورم نمیشه من باغزی میسم شاید باورتون نشه ولی بالاخره غذامون رسید راستی سابسکرایب و لایک هم یادتون نره.